کاش بمد همیشه شعرها و ترانه های مختلفی میخوند، که یکی از شعرها به نام حسین خان عرب در واقع به اسم حاج محمد بود، که هر وقت میخوند همه بچه‌ها با اون همراهی می‌کردن. حاج محمد را از لحظه دستگیری به تخت شکنجه بستند و تلاش کردند کلامی در محکومیت اشرف و مجاهدانش بر زبان آورد. سپس آخوند محمد مقیسه که بارها در دهه 60 بازجوییش کرده بود به جانش افتاد و سرانجام در منتهای ضعف و استیصال او را به جرم دیدار از اشرف و حضور مؤثر در قیام محکومش کردند. جعفر و حاج محمد تمام دهه 60 را هم در بدترین شرایط زندان بودند. مقیسه قاضی شعبه 28 که برایشان حکم اعدام صادر کرد، در دهه 60 با نام مستعار ناصریان بازجوی هر دو نفرشان بود. جعفر و حاج محمد گفتند وقتی رفتیم دادگاه مقیسه را شناختیم. به اون یادآوری کردیم که در دهه 60 نام دیگری داشتی و زندانیان را شکنجه می کردی. مقیسه هم با بی‌شرمی تمام بدون آنکه حتی به دفاعیات این دو گوش کند شروع به فحاشی کرده و اینطور گفته بود: اون موقع دستم در رفتین، اما حالا اعدامتون میکنم و نمیذارم قصر در برید. از روزهای اول مهر فشار و شکنجه و تهدید برای گرفتن مصاحبه و درهم شکستن محمد دوباره بالا رفت. محمد با شنیدن خبر سوگند یارانش در اشرف تصمیم گرفت ضمن تجدید پیمان سوگند و حاضرش را به هر طریقی که میتواند به یاران اشرفیش برساند. پس قلم را برداشت و همه حرفش را در چند سطر نگاشت. نامه‌ای که نمی‌دانست می‌رسد یا نه و حدس می‌زد آخرین نامه‌اش باشد. از طرف من به همه به ویژه به خواهر و برادر بزرگ سلام برسانید. ذره کوچک از دریای بیکران یکان 72 تن در مسیر خدا و خلق و با تأسی از سنت همیشه جاودان مجاهدین، من با اعلام اعتقاد و ایمان راسخ خود به برادر عقیدتیم مسعود و خواهرم مریم، من هم در پشت سر فرزندم بهروز و با تبعیت از تمام خواهران و برادرانم با تمام توان فریاد میزنم: حاضر، حاضر، حاضر. جناب آقای دبیر کل محترم سازمان ملل، سلام من و دوستان همبندم را پذیرا باشید. من از ایران برایتان نامه می نویسم، از زندان اوین بند 350. الان ساعت از نیمه گذشته است. همه بچه ها به جز چند نفر خوابیدند. یک نفر در نزدیکی من می خواهد بخوابد اما نمیتواند. محسن دکمچی یکی از دوستان من و از زندانیانی است که به دلیل بیماری شدید ظرف دو ماه اخیر 20 کیلوگرم وزن کم کرده است. او دچار بیماری سرطان شده است که نیاز به معالجه و مراقبت ویژه دارد،
اما در گوشه زندان جان می کرد. جناب آقای بانکیمون، من هم از درد به خود می پیچم و خوابم نمی برد، اما نه از درد جسمی و نه از درد شخصی، بلکه از درد تاریخی مردم این مرز و بوم، از دردی که ظلم و بی‌عدالتی به جان ما انداخته است. شما در رأس سازمانی هستید که باید مدافع حقوق اساسی ملت ما باشید و هرگاه مردمی در داخل کشورشان پناهی نمی‌یابند، دست به سوی شما دراز می‌کنند. من هم در ششمین دهه زندگیم پس از تحمل زجرها و بی‌عدالتی‌های فراوان، برای ثبت در تاریخ شما را مورد خطاب قرار دادن. جناب آقای دبیر کل، در دنیای امروز که سخن از حقوق حیوانات است، ما چه گناهی کرده ایم که باید از نخستین حقوق خود محروم باشیم؟ چرا من در طول بیش از یک سال و نیم از زمان دستگیریم فقط 8 دقیقه بتوانم وکیلم را ببینم؟ چرا وکالتنامه من پس از 7 ماه هنوز به دست خانواده ام نرسیده است؟ چرا و چرا و چرا؟ جناب آقای بانکیمون، چند شب است که به تصور اینکه آخرین شب عمر من است شب را به صبح می رسانم، و الان هم که این مطالب را برایتان می نویسم، نمی دانم به دست شما می رسد یا نه، و اگر هم از حصارهای زندان بگذرد و به دستتان برسد، شاید آن زمان من دیگر زنده نباشم. اما مهم نیست، من این نامه را نه برای خودم که اولین نبوده و آخرین هم نخواهم بود، بلکه برای ملتی می نویسم که همه آنها در معرض این بی‌عدالتی قرار دارند، و امیدوارم مرگ من برای آنها زندگی، اسارت من برای آنها آزادی، ظلم بر من برایشان عدالت، و ناامنی خانواده ام برایشان امنیت را برمغان آورد. به امید جهانی سرشار از آزادی، عدالت و امنیت. دی ماه 1389، زندان اوین. و سرانجام در سحرگاه دوشنبه 4 بهمن ماه 89، محمد علی حاج آقایی به جرم عصیان و فریادی که چون کابوسی آرام و قرار ولایت را ربود سربدار شد و به شهیدان پیوست. به یارانی که چون بارانی بر زمین تشنه باریدند تا جوانه های عصیان و انسان آزادی در خاک نخشکد. انگامی که آنان با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امید آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند. تمام آنجور که در راه ایران فدا کردند در یک سپیده، در یک روز افزون و بیشمار به این میهن
باز خواهد.